گزینه عبارت زیرا را به نادرستی تکمیل می کند به نادرستیش بچه ها توجه کنید چهارتا تا گزینه به ما داده و از اون سوالایی که به خاطر طولانی بودن گزینه ها اگر که یه مقدار تمرکز نداشته باشید نمیتونید حلش کنید نه که به گزینه نادرست برسید معمولا بچه ها گزینه نادرست رو که گزینه طولانی رو که میبینن از یه جایی به بعد دیگه کامل نمیخونن گزینه ها رو خب بیایم دونه دونه تکمیل کنیم گفته با گزینه یک الان تکمیلش میکنیم جاری شدن آب نمک روی زمین همانند شوری آب نمک نشان دهنده آن است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط خواص اولیه خود را حفظ میکنند کاملا صحیح هست و سوال از ما عبارت نادرست رو خواسته دو حل شدن مقدار بیشتری شکر در آب جوش نسبت به آب خنک همانند بهتر حل شدن اکسیژن در آب دریاچه در فصل زمستان نشان دهنده آن است که دما میتواند روی میزان حل شدن مواد در آب تاثیر بگذاره که این هم خیلی واضحه معمولا با افزایش دما میزان حل شدن مواد در آب افزایش میابه و تنها استثنا یا اون استثنایی هم که ما داریم اکسیژن هست که با کاهش دما میزان بیشتری از اون توی آب حل میشه سه رو بررسی میکنیم آبی شدن کاغذ پهاش همانند قرمز شدن کاغذ پهاش نشان دهنده آن است که ماده مورد شناسایی حتما خاصیت اسیدی دارد که این اشتباه هست یا به نوعی گزینه صحیح سوال هست چون خاصیت اسیدی خب مشخصه که رنگ قرمز رو به کاغذ پهاش ما میده و رنگ آبی برای خاصیت بازی هست و این گزینه گزینه اشتباه گزینه چهار رو هم بررسی میکنیم معلق بودن ذرات خاکشیر در شربت خاکشیر همانند معلق بودن ذرات در شربت پادزیسی آنتی بیوتیک نشان دهنده آن است که این ذرات بعد از مدتی ممکن است تهنشین شود زر... شربت خاکشیر و شربت پادزیز هر دو جزء سوسپانسیون هستن سوسپانسیون ها یا ها هستن که اگر بخوایم تعلیقیه رو خیلی ساده تعریفش کنیم میگیم ذرات جامد معلق در مایه که پس از مدتی تهنشین میشوند پس گزینه چهار هم کاملا صحیح گزینه اشتباه گزینه سه